سلام، امیدوارم که خوب باشید. منم خوبم، البته خیلی خوبتر میشدم اگه این روابط ایران و آمریکا بالاخره درست میشد، ولی مثل که خرابتر داره میشه. یعنی اصلا مثل که بابت اینکه آقای روحانی حاضر نشده با اوباما ملاقات کنه، آمریکایی‌ها خیلی ترش کردن. یعنی چهارشنبه بود، پنجشنبه بود که آقای روحانی دوباره اومده بود تو تلویزیون داشت توضیح میداد راجع به چرا با هم ملاقات نکردن. من نمیدونم اصلا این چقدر توضیح میدن، نمیدونم تو ذوقش خورده یا ذوق زده هستش که قرار بوده ملاقات کنه رئیس جمهور مملکت با اونم گرفتاری. تنها چیزی که از سفر آمریکا در حاله اول داره گزارش میده مردم میگه آره دیروز میگفت قرار بود، اونا هم چند بار چیز کرده بودن، از اینجا هم جنی مراهی درخواست کرده بودن، اونجا هم تقاضا کردن، ولی نه. یه جوری میگه که انگار اگر آقای روحانی رو داده بود الان 4-5 بار باید با این اوباما ملاقات کرده باشه. حتی آقای روحانی گفت که آره آخر سرم روی پی سی مثل که قرار شد که یه جایی همدیگر رو توی سازمان ملل در راه و اینا تو مجمع عمومی بر بخوریم. اینا دقیقا داشت تعریف میکرد که نقشه ریخت. البته هستش تو عالم سیاست دیپلماسی از این چیزا هستش که یکی از دوستان من دکتر نیاکا منو برده بود چیز واشنگتن تو دفتر یک توی رستوران یک محله و بعد گو همین رستوران بود که پرزیدنت کلینتون و شاهزاده رضا پهلوی با هم ملاقات کردن. یعنی جور میکنن دیگه، مثلا ایشون سر میز نشسته ایشون میاد بره بعد پا میشن دست میدن سلام علیک میکنن. آره تو رستوران آره، ولی توی مجمع عمومی سازمان ملل آقای روحانی گفت آره قرار بود ولی نشد و آره همین تاخچه بالا گذاشتن آقای روحانی که قرار بود 4-5 بار این اوباما های منت بکشیده و این حالا نشد، این که سر را باستن و زمان احمدی نژاد هم قرار بود که یه بار با اوباما همجوری ملاقات کنه. یعنی به احمدی نژاد گفته بودن که خب آقای اوباما وقتی که از این راه میرن دستشویی شما اونجا سر راه بیستید و ایشون هم که میرن شما رو میبینن. احمد ایشون هم قد اهل این حرفا نیست که گفته بود نه ایشون میخواد بره دستشویی و اینا، من 5 دقیقه بیشتر اونجا نمیستم. نیامد من معطل نمی بعدم میگن که آقای اوباما میره به طرف دستشویی که میرفته نمیشناسه احمدی نژاد، نمیشناسه. از غیر آقای اوباما تو اون سفر همه آمریکایی‌ها و اینا تو کوچه خیابون هی میگفتن محمود. اوباما بدبخت نشناخت. حتی آقای مشایی هم اینجوری کرده وقتی آقای اوباما رد میشده اوباما خیلی این داره مسیر توالتو نشون میده. واسه همینم اون دیدار هم نشد. یعنی ما نتونستیم بالاخره یکی از رئیس جمهوران باز خوبه. حالا این آقای روحانی تلفنی با آقای اوباما صحبت کرد، اگر چی میخواد جواب جماعت رو به دالو. البته حالا این جوابگویی هم به یه دواج توضیح بده که ببخشید اشتباه کردم دیگه این کار نمی کنم. به یه دم باید بگی که نه قرار بود بریم من ملاقات کنیم من دیگه رو اقل کنیم برای خب من وقت نداشتم. خودش اومده توضیح میده بده دیگه. ولی من بکنم اوباما فکر بکنه که اینا رو حرفشون با نمیستن ریا رو دیگه. یعنی همون موقع که این بیت فردوسی رو خوند تو نطقهش آقای اوباما فهمید اینا کلکن، اینا تقیه دارن میکنن. تقیه داره مثبت داریم منفی داریم تقیه وسط داریم، چون اینا به
فردوسی معتقد است اینه آیت الله مطهری، آیت الله مطهریشون که اصلا گفت این مردک یه همچلنی کیه فردوسی یعنی چی؟ به همین دلیل اوباما فکر میکنه که خب بهش میگن دیگه، فکر میکنه این اگه راست میگه یه بیت از یه خط نچل بلاغه میخون، چرا فردوسی میخونه که آقای مطهری میگه فردوسی مردی زیانکار بود، زنده کردن لغات فارسی باستانی برگشت از تعالیم قرآن است. این همه سر و صدا و برای عظمت فردوسی و جشنواره و هزاره و ساختن مقبره و دعوت از خارجیان برای انجام چیه شاهنامه و تحلیل و تقدیم از این مرد خاطر زیان بوده و صلاح نیست و برای چیست؟ آقای مطهری میگه، آیت الله العظما مطهری میگه حتی دو ساختن مقبره فردوسی هم حرف داره. ایرج میرزا از اون موقع میگفت، گفتش که یک وجب ساخته آخر نشود قبر حکیم، شاید از خود دوسته کاخ دیگر آباد کنند. دل فردوسی از این آدمایی که نمیذاشتن قبرش ساخته بشه میگفت در تعب است، در عجب است فلان. اون از اون موقع حالا آقای میگه که اینا برای اینه که لغات قرآن و زبان عرب و اسلام و که زبان رسول الله رو 30 سال میگه این چرا عمر خودشو به عشق دینارهای سلطان محمود غزنوی به باد داده؟ خوب شد از آستان قدس رضوی نخواست بگیره، اقلا یه پولی میخواست بگیره از یه آدم حسابی، نیازی هم نداشت از اجداد آقای مطهری هم نرفت پول قرض کنه برای این تو این 30 سال. چی میگه آقای مطهری؟ این هم آقا مطهری است که گفت اینایی که چهارشنبه سوری از روی آتیش میپرن چیزن. حرف احمقانه ای بود، بفهمید که چه توشی او داده بود به اینایی که روی آتیش میفرم. اوباما همینجوری فهمید، گفت بابا اینا نیستم، نمیام، نمخوام. گفت با لهجه صمد آقایی مثل که اوباما گفته بود که نمخوام اصلا. تازه فردوسی هم گلایه داره، میگه شنیدم فریدون صاحب کلید، نه که کلیدیه، با کلید اومده، البته با کلید اونجوری که تو عکسان نشون میدن نیست، واقعیت کلید جای دیگه است. واقعیت کلید رو استاد احمد سخاورز کارتونیست بزرگ ایرانی که کاریکاتور روزنامه رو توی روزنامه های ایران او باب کرد، همون موقع که من هم طنز روزنامه رو در روزنامه اعتراض شروع کردم با هم اونجا بودیم، اینطوری ترسیم میکنه کلید آقای روحانی رو. در واقع کلید در جای دیگه است و کلید دست آقای روحانی نیست، ولی سر نخ کلید کوکیه، این کلید قفل نیست، قشنگ کشیده. درست گفته، شنیدم فریدون صاحب کلید به تالار ایوان بیامد پدید. فردوسی هم چه قشنگ نوشته، من غلط خوندم، یو این رو خوندم ایوان، یو این هم یونایتد نیشنه. شنیدم فریدون صاحب کلید به تالار یو این بیامد پدید، به چسبان برهم در و تخته را، به هسته هلو زد زغالخته را. فردوسی همین نطق آقا رو در یه بیت خلاصه کرده. سخن گفت از صلح و نیز از ترور، که این یک چطور است و آن یک چطور. البته میگن ترور رو که داشت میگفت راجب تروریست که حرف میزد آقای روحانی رنگش پریده بود، دستش میرزه، اصلا نمیدونست تروریست یعنی چه. حتی اونا که دستخط چی دیده بودن میگن ترور رو با تی دسته دار نوشته بوده. آره اینجوری ترور. سخن گفت از صلح و نیز از ترور، که این یک چطور اصلا یک چطور. پسانگه بیان را به اوجش رساند، یکی بیت زیبای شهنامه خواند. بکوشید نیکی به کار آورید، چو دیدید سرما بهار آورید. آخه چقدر این فردوسی رو دوست داره واقعا.
اگه اینقدر دوست داره چرا بیت بعدیشو نخون که میگه ز خون کسان دست باید کشید، سر بیگناهان نباید برید. آقای روحانی اون دیوان شاهنامه که شما دارید این یه بیتو نداره بعدش، خودمونی ما. حالا کار ندارم. فردوسی میگه من اول ز کارش شدم شادمان، ز نام فریدون دلم شد جوان، ولی بعد دیدم که آن پوشش است، به امنیتی کاریش کوشش است. یعنی بعد فهمیدم اسم اصلی این فریدون نیست، این اولا اومده بود اسم فریدون معروف شده بوده توی دانشگاه و فلان و این درون بر، ولی فردوسی میبینه که نه، این اسم قلابی رو خودش گذاشته بوده ولی اسم اصلیش چیز نیست. بنابراین میگه پس اینک بگویم که روحانی ها تو رو حضرت عباس کوتا بیا، مخوان شعر فردوسی پاکزاد، به تو هیچ کس این اجازه نداد. البته حالا ما عقل فردوسی نمیخوایم اجازه بدیم یا ندیم، این هم فردوسی، ولی اگر در ایران بود الان زنده بود خب میرفت یقه میگرفت. الان اینجا ببینید فردوسی در پارکی در ایتالیا است، چقدر قشنگ. آخه من از قول مقامات ایتالیایی از استاد مطهری معذرت خواهم که چنین تجلیلی از شاعر بزرگ ما کرد. حیف، حیف واقعا چرا این کار کردن. این عقاب آقای مطهری، همین آقای روحانی، اینو باید برن اصلا وارد جنگ بشن با دولت ایتالیا، که حالا که فردوسی مجسمه درست میکنه. حالا میگه مخوان شعر فردوسی پاکسا، به تو هیچ کسی اجازه نداد. میگه تو را من فریدون نبشناختم، چه شد آن فریدون که من ساختم. میگه فریدون که من ساختم چی شد؟ فریدون من ضد ضحاک بود، نه در خدمتش مثل دلاک بود. حالا البته من از کارتونیستمون خواهش کردم که از گرافیستمون که این که میگه فریدون من ضد ضحاک بود نه در خدمتش مثل دلاک بود، یه جوری درست کنه که آقای روحانی در عالم کاریکاتور یا مونتاژ دلاک. البته مونتاژ کردن این چیزی که کار ساده ایه با این فتوشاپ که اومده، زیاد هنر مونتاژ یا کار مونتاژی ارزش چندانی نداره، کما اینکه وقتی کارتونیست ما اون هنرمند ما این نوع درست کرد که میبینید این عکسو، خب من خوشم نیمد زیاد. گفتم بابا یه دن دیگه درست کن که روحانی رو دلاک نشون بده ولی عکس گویاتر باشه. گرف اینو درست کرد، منم گفتم که این بد نیست ولی اگر تو در حال مشت و مال نشون بده قشنگ تر از کیسه کشیدنه، که اینو درست کرد. من میگم پس چرا اینو درست کردی؟ اونی که مشتمال میده که نباید بره، باید بره بالا، نه اینکه اون که مشتری پایینه مشتمال دهنده براست. تو چرا برعکس درست کردی؟ گاه میخوام برم ایران. خدا میکنه که ترسیده اگر رهبری رو پایین بذاره به عنوان مشتری، روحانی رو بالا بذاره بره ایران اذیتش کنه. الان نه، الان که بره ایران میگن دمت گرم، مقام معصب رهبری رو نمیدونم. خلاصه اینم هنر آرتیست ما که حالا عکس ضحاک هم هرچی پیدا، عکس ضحاک هم هرچی گشتم پیدا نکردم، اما این عکس رو پیدا کردم. زنده یاد سعیدی سیرجانی و دوست عزیز هنرمندمون فریدون فرهندوز. اما مناسبت این عکس به جای عکس ضحاک، زبونم لال، کتاب ضحاک ماردوش سعیدی سیرجانی رو فریدون فرهندوز عزیز، اون گوینده با سابقه تلویزیونی، روی سیدی کرده و میتونین که گیر بیارین و گوش بدین ضحاک ماردوش رو به قلم سعیدی سیرجانی، که خب برخورد با آقای خامنه ای یا با آقای خمینی هم برخورده بود، نمیدونم چرا اینا هرچی آدم میگه بهشون بر میخوره، میگه ضحاک ماردوش، میگیرن آدم زندان میکنن و
بلا سرش میارن، همونطور که سر سگ سیجانی آوردن. به حال فریدون فرندوز و سعید سیرجانی هر دو او ضحاک رو نوشته و او با صدای خودش سیدی کرده برای اونایی که تو رانندگی میکنن، برای اونایی که خب کتاب زیاد نمیخونن یا خوندن حالا میخوان صداشم بشنوم. بعد فردوسی میگه فریدون من با بدی بود، بد نه هم دست بودی به بشار رسد. حالا این کارتون رو ببینید، همدستی با بشار رسد، او داره ماشین جنایات بشار اسد رو آقای روحانی بنزین میزنه. کلک زده این کارتونیست ما، عکس پوتین رو و اینجا بوده کاریکاتور پوتین بوده، کله اینا نوشته رو پمپ بنزین هم نوشته راشا. باید که جدا درست میکرد اینا، کارتون اصلیش اینه. ولی خب این کلی روحانی رو چسبونده رو کارتون حاضر آمده، عیب نداره دیگه، بالاخره اون پوتینه، این نعلینه و این لنگه و لنگه به پای بشار اسد یه پوتین یه نعلین اونجانه با مخ بخور زمین. حالا فردوسی میگه تا حالا برای فریب عوام پس از آن همه کشتن و قتل عام دم از نیکی و مردمی میزنیم، بنازم اینجا یه بیت هست، دو بیت هست. من یکی از دوستان من، یک مدیری که این تلویزیون ها، مدیر تلویزیون اندیشه، انسان بسیار فریفته، به من ایمیلی گفتش که این شعر تو رو بخوام بخونم و یکی دو بیتش رو حذف میکنم چون نمیشه تلویزیون خون. منم یک ایمیل زدم، داد سخن دادم که پس آزادی بیان کجا میره؟ چرا حذف میکنین؟ چرا سانسور میکنین شعر منو؟ همونجور که هست باید بخونی. حالا خودم بخونم میدم نه نمیشه، بعضی کلمات هنوز ما عادت نداریم، انگلیسیش بد نیست، راحت میگن فارت، ولی فارسیشو نباید گفت. یه چیزیه که میگه که تو، فردوسی میگه که تو این کاری که میکنی همون کاری که لافتر غریبی و در بازار مسگرا میگه کلام تو فلان است ای پهلوان، رها گشته در مارکت مسگران. به ذره شعری بازار هم اینجا مارکت شده. کلام تو زست ای پهلوان، رها گشته در مارکت مسگران. بعد میگه تو بعد میگه دم از نیکی و مردمی میزنی، بنازم به چیچیت که خوشباسنی و اب نداره. بذاری که اگرچه که شاعر ما گفته هیچ آدابی و ترتیبی مجو هر چی میخواد دلتنگت بگوی، ولی یه مقداری هنوز باید ما رعایت کنیم. کاش شاعر گفته بود هیچ آدابی و ترتیبی مجوز هر چی میخواد. آره خلاصه میگه که تو ای یک آخوند امنیتی، کجا باشدت جز بدی نیتی؟ تو بیچاره نیکی چه دانی که چیست؟ در انبان تو جز بدی هیچ نیست. اگر یادت آید ز کشتار شست، تو هم در جنایات اگر یاد از آیز کشارش هست تو هم داشتی در جنایات دست. تو با آن امام جنایت شعار، تو با آن امام جنایت شعار، تو با رهبر ناقص نابکار. ناقص رو عقل خودش میگیم، مگه نه هیچ کس ناقص نیست، مگر اینکه خودش در یک مقطعی به خاطر عوام فریبی در آوردن گریه یه امتی ناگهان بگه من چه میدونم جسم ناقصی دارم، وگرنه آدم هایی هستن تو این دنیا دست ندارن، دو تا دست ندارن، دو تا پا ندارن، انسان های شریفی هستن، کار میکنن، مفخوری نمیکنن، پول آسان قدس رو بر نمیدارن، پول نفت رو بر نمیدارن و بیت المال مسلمین کاری ندارن، زحمت بکشن، پا نداره، تلفن چیه نمیدونم، دست نداره، با پاش کار میکنه، ایش هم نمیگه من ناقصم، من اگه عقص عوام فریبی نداره.
تو با آن امام جنایتچیار، تو با رهبر ناقص نابکار، تو با هاشمی خاتمی موسوی، نمودید باند جنایت قوی. فردوسی هم مثل که زده به سیم آخر موسوی رو. چرا میگی موسوی رو یک گفت طرفدارش هم هنوز خاتمی رو همینجور، برای اینکه اینا تو جنایات دست نداشتن، خبر نداشتن. یعنی امام خمینی گفته و شبا وقتی اینا میخوابن شما این تیربارونا رو شروع کنید. من الان از هفته پیش از گردهمایی، پنجمین گردهمایی یاد بوده کشته شدگان دهه 60 میومدم، اینا زنده هاش بودن که مونده بودن. خانمه میگفت هادی جون من بدنم کلکسیون شکنجه هست. اون موقع آقای روحانی کجا بود؟ آقای موسوی کجا بود؟ آقای خاتمی کجا بود؟ آقای رفسنجانی کجا بود؟ حالا نسلین سجوده رو از زندان آزاد میکنی؟ تموم شد؟ آخه گربه عابد شد؟ آخه حالا میرسیم به اونجاش هم میرسیم. حالا اصلا من حرف تو حرف خودم میارم، اگه گذاشتم خودم این شعر فردوسی طوسی رو براتون بخونم. آخه آقای نسیم سجودر یهو آزاد میکنه. چرا؟ مگه نگفتین این خیانت به چه میدونم توطئه علیه مملکت کرده، برای نظام کرده، این میخواسته تمام چه میدونم چی تمامیت ارضی اسلام اسلام که تاوت ارزی نداره مملکت. خب اگر این کار رو کرده که شما غلط کردین آزادش کردین، غیر قانونیه الان آزاد کردنه نسیم سجودی. اگر راست میگین، اگرم نه گناهی نکرده که عفو چرا بهش خورده، به معذرت ازش بخواین بس. غلط بغیر هم همینجور توهین به رهبری کرده، توهین به رهبری کرده. چقدر آدم ها رو گرفتن که توهین به رهبری کردن؟ یا آقای تو دادگاه 1000 نفر، 500 نفر، 200 نفر رو کشته بود. وکیلش گفت این تقصیر نداره کشته، در دفاع از خودش کشته، در دفاع از خودش. همه رو دونی دونه وکیلی گفت این در دفاع از خودش اینا رو کشته. رئیس دادگاه گفت خب من قبول کنم این در دفاع از خودش کشته. میتونم سوال کنم چرا اینقدر به این حمله میشده؟ اینا اینقدر که آدم ها رو میگیرن که توهین به رهبری کردن، توهین به رهبری کردن، این رهبر چرا اینقدر اصلا اینا بهش توهین میکنن؟ حالا بعد نسیم سجودی بقیه زندانی ها حالا همین اینا به نمایندگی از طرف بقیه بیگناهان زندانی بهاره حوایت احمد زیدآبادی، یک عالم اسم دیگه به عبدالمفتاح سلطانی، به نمایندگی از طرف اون دموکراسی دیگه نسیم سجودی رو آزاد کردن. من خوشحالم که آزاد کردن، ولی خطرناکه. برای که مگه اینا نبودن 11 ساله دختر 11 ساله مهراوه، دختر نسیم سجودی، اینا نذاشتن از مملکت خارج بشه؟ خب بدبخت تو اگه الان خارج بشه چی کار میکنیم؟ اگه بره به گروه جندل لا به پیونده بیاد حکومتتون سرنگون کنه، جای عبدالملک ریگی اونجا رهبری اونا رو به عهده بگیره. خب بیگدار دارم با بیتایی ندارن ایش خودشون رو میکنن. دختر نسیم سجودی رو ممنوع خروج کرده بودن، خب باز خوب بود، مملکت یه امنیتی داشت، یه مرزی داشت، قانونی داشت. حالا همینجوری آزاد کنیم دخترم فردا بیاده. اول که آن شعرت رو بخون. میگه کنون گر رسیدی به کاخ ملل، و از آنجا اگر بگذری تا زحل، مپندار گشتی عوض از ای حسن، ببین تا چه گفتم به شهنام من. فردوسی میگه و حسن روحانی میگه، میگه این کلام خودشون، اینا رو دیگه من نگفتم، حالا اونا رو من به اسم فردوسی گفتم دیگه، حالا ببخشید، ولی این خودش گفت. میگه درختی که ترخ است وی را سرشت،
گرش برنشانی به باغ بهشت، ور از جوی خلدش به هنگام آب، به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب، سرانجام گوهر به کار آورد. یعنی اون ذات خودش رو به کار میاره، همون میوه تلخ بار آورد. پس اکنون تو ای جانی نابکار، غلط کن بزن جا درش رو بذار. اینا کلک میزنن روحانی شعر فردوسی خون فهمید اوباما تو این کلک میزنه. حالا فردا که رژیم بیفته ای میگه من از بچگی اصلا عاشق فردوسی هستم، با فردوسی اصلا بزرگ شدم، یا اون یکی میاد معذرت بخواد، یا همین آقای اژه‌ای که گاز گرفت آقای عیسی سرخیزو، آه فردا میاد میگه من اصلا ببینید اصلا اژه‌ای رو میبرن دادگاه، آقای محسنی اژه‌ای که نماینده مطبوعات تو جلسه که مربوط به رئیس دادگاه انتظامی قصد هم بوده، آقای اژه‌ای. بعد جنی خارجی ها نگینا، به هر حال برای خودمون هم خود اول دو تا قندون پرت کرد به این آقای سرخیز که خب الحمدلله خوشبختانه نشونیش خوب نبود، قندون رو نخورد، این ناراحت شد، عصبانی شد، رئیس دادگاه انتظامی قضات آخوند و حکومت آخوندی اومدن آخوند و سرکار مگه میشه؟ گفت به قندان نشد دندان، رفت اینا نگاه کنید شونه آقای سرخیز اینا همیشه گاز، نه این که شکوکی ها گاز گرفت، به طوری که آقای خاتمی میخواست اونو بذاره رئیس شرکت گاز، ولی خب نمیدونم چی شد که نذاشتم. و نعمت احمدی به بی بی سی کو وکیل عیسی سرخیز میگه با موکل با وضعیت آشفته و پیراهن پاره روی شانش که محل گاز گرفتگیه، سرش هم با جسم سختی می نوشت گفت زخمی شده. وکیل میگه بخش پایین تنی بدنش خراشیدگی عمیقی بر این با اون قدر چطور تونستی بخش پایین تنه رو گاز بگیره؟ پزشک قانونی دو هفته مداما نوشته عکسش و اینا، قیافش همینطوره، این آقای اژه‌ای نه که فکر کنی ادا در برده بود، نه این همینطوره. حالا تو دادگاه آقای اژه‌ای در رژیم بعد جناب آقای سرکار خانم رئیس دادگاهمون احتمالاً نسرین ستوده خواهد بود، سرکار خانم دادستان نمیدونم شاید شیرین عبادی باشه دادستان، یا شیرین عبادی رئیس دادگاه باشه، نه حالا هر کدوم، شما میفرمایید بنده جناب آقای سحرخیز را گاز گرفتم، بنده نوکر آقای سحرخیز هستم، بنده نوکر پسر آقای سحرخیز هستم، چون مهدی پسر آقای سرخیز هم خیلی توی این ماجرا مواظب پدر است، و از جمله این که میگه این بی خودی فکر میکنه بابای منو اینا میتونن آزاد کنن، او هرگز تقاضای عفو و بخشش نکرده، کما این که نسیم ستوده نکرده بود، بلکه اصلا گناهی نداشتن که تقاضای عفو و بخشودگی بکنن، زندانی سیاسی معمولا تقاضا نمیکنن از اینا که حالا من ایشان را گاز گرفتم، سرکار خانم رئیس دادگاه، سرکار خانم دادستان، بفرمایید بنده را معاینه کنید، بنده اصلا ناتوانم، یعنی یک قاضی مرد بفرستید بنده را معاینه کند که بنده اصلا دندان ندارم. یعنی قبل از اینکه بیاد دادگاه میره دندوناشو میدی میکشن که بتونه تبرئه بشه،
نه اینکه فکر کن تا اون موقع دندوناش میریزه، نه اونقدر طول نمیکشه این رژیم که بیفته. میدن اکنون هم میگه، اکنون هم اجی میگم این میگه اکنون هم جناب آقای سرخیز و پسرشون تقاضا دارم بفرمایید بنده رو گاز بکشید. خانم دادستان، من آماده قصاص هستم. خانم رئیس دادگاه، بفرمایید از هر جایی هم میخواهند گاز بگیرن. بعد آقای اجی دیگه بغض کرد، میگه من به مقدسات عالم قسم میخورم که از جنایت ها و گاز گرفتن ها و کشتار ها بیخبرم و همه این ها تقصیر این محل اون بود. من میزن تو سر آخوند بغل دستیش. چرا آخوند بغل دستی؟ میگه سرکار رئیس دادگاه، سرکار خون دادستان دروغ میگوید، من چه قدرتی داشتم که این کارها رو بکنم. بعد یکی دیگه میزنه سرش، میگه خیر سرت رهبر بودی. اه پس این آقای خامنه ایه. آره اون آخونده اون یکی آقای خامنه ایه. آقای خامنه ای میگه رهبر واقعی آن هاشمیه فلان فلان شده است که پولها را برداشته، معلوم نیست کجا فرار کرده و تغییر قیافه داده و ریش گذاشته که کسی او را نشناسد. بنده ما این جسم ناقصم چی کار میتوانم بکنم؟ آقای محسن اجایی که متوجه نگاه خشمالود خانم رئیس دادگاه به این متهم به این خامنه ای میشه، خوش خدمتانه میگه اگر دادگاه اجازه بدن بنده ایشان را گاز بگیرم. میره طرف خامنه ای که او رو گاز بگیره. خب اینم تجسمی بود از فردا، ایران فردا در تلویزیون، ایران فردا، برای اینکه فردا اینا تو دادگاه چه خواهند گفت و چه خواهد شد.